نور القرآن سما وبدا وأحل الخير بأوطاني وأثير إذاعتنا يسمو بسمو الهدف القرآني. نور القرآن سما وبدا وأحل الخير بأوطاني وأثير إذاعتنا يسمو بسمو الهدف القرآن. في كنف القرآن سنحيا ونعانق خير الكلمات وسنروي القلب بها رايا وننال الفوز بجنات. و حال می خوانیم سوره مبارکه کهف را. اولا خدمت شما عرض کردم از در ابتدای قرآن مجید در آغاز سوره فاتحه که بر اساس توضیحی که حضرت شیخ حسین علی رحمه الله ذکر فرمودند، قرآن بر چهار بخش مشتمل است. هر چهار بخش با لفظ جلاله با الحمدلله آغاز میشه، با صفت الحمدلله. در اولی که از فاتحه شروع میشد تا سوره انعام بحث خالقیت بود، و از سوره انعام تا آخر بنی اسرائیل تا اینجا بیان ربوبیت و مبحث ربوبیت که خالق همونطور که خالق الله است، رب هم الله است. و از سوره کهف تا سوره سبا اینجا بحث مالکیت است، مالک مطلق، پادشاه مطلق که همه تصرفات در اختیار او هست، مدبر مطلق است، الله عز و جل است، کسی مدبر و متصرف نیست. خب این در گذشته با گذشته بود با کل قرآن مجید، اما با سوره های گذشته وجه مناسبت و ربطش چی هست؟ ما خواندیم که مشرکین دو چیز از پیامبر خدا میخواستند. یکی میگفتند فأتنا بما تعدنا، عذاب بیار، و یکی دیگه میگفتند که و از آیه بیار، معجزه که ما میخواهیم بیار. و یقولون لولا انزل علیه آیه من ربه. بس هم عذاب میخواستن هم معجزه مطلوبه خودشون را. در دو سوره گذشته هر دو جواب داده شد. در اول سوره هجر نحل خواندیم اتا امر الله فلا تستعجلو، عذاب خواستن، نه الله فرمو اتا امر الله، دریافت کنید امر خدا را، عذاب خدا را، عجله نکنید، عذاب سر رسید. پس در سوره نحل عذاب بود که آمد، یعنی عذاب دیر نیست، وقتش فرا رسید. و در سوره بنی اسرائیل معجزه بیان شد، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. هر دو پاسخ داده شد، هم عذاب و هم معجزه. اما الله عز وجل از اونجایی که ذاتش رحمان است، قبل از عذاب به شبهات اونها و اشکالاتی که اونها داشتند پاسخ میدهد. پس در سوره کهف جواب شبهات و جواب اشکالات اونها هست. چند شبه اونها مطرح می کردند. یکی این که اصحاب کهف هفت جوان بودند، هفت نفر بودند که اینها صدها سال در غار خوابیدند. وقتی که در غار استراحت می کردند
نیاز به نان، نیاز به آب، نیاز به خوراک مگر نداشتند؟ و حتی بدنشون خراب نشد، اما اونها نه بدنشون خراب شد نه نیاز به آب و نان پیدا کردند. این دلیل الوهیت اونها هست، دلیل خدا بودن اونها هست. این صفات صفات خدایی هستند که بی نیاز هست. الله تعالی در این به همین خاطر مشرکین به نام اصحاب کهف نان می پختند، 7 تا نان و یکی به نام سگشون، اینها را صدقه می کردند، اعتقاد داشتند. الله تعالی در این سوره جواب داد حقیقت اون جریان را، این شبه حل شد. دیگه اونها شبه داشتند که ما گاهی از جنات هم نتیجه می گیریم، جنات مشکلات ما را حل می کنند. الله تعالی در این سوره درباره جنات و اینکه جنات چگونه انکار کردن سجده آدم را و بعدا جنات و در رأس اونها ابوالجن ابلیس، ابلیس لعین چطور بر علیه حضرت آدم و انسان ها سوگند یاد کرد، اون شبه را جواب داده. و شبهه سوم این بود که اون کسی که درباره ذوالقرنین بود که از مشرق تا مغرب همه دنیا را تصرف کرد، اینقدر قدرت داشت، این قدرت نمیتونه غیر از قدرت خدایی قدرت دیگه باشه. این شبهه را هم الله جواب میده. و شبهه دیگه این بود که موسی علیه السلام علم غیب نداشت ولی خضر داشت، چون که هر چی که انجام میداد در آینده چه اتفاقاتی به ناس بیفته به موسی علیه السلام میگفت. این شبهه را الله تعالی هم در جریان موسی و خضر در این سوره پاسخ داد. پس در این سوره جواب شبهات است. این 4 شبهه، یکی در رابطه با اصحاب کهف، یکی درباره جنات، یکی درباره خضر علم غیب بودن و یکی درباره ذوالقرنین. و سبب نزول این سوره معروف است که مشرکین نظر ابن حارس و چند نفر دیگه رفتند پیش یهودی های مدینه و گفتند امر این پیغمبر و کار دعوت این روز بروز گسترده میشه، شما اهل علم و اهل کتاب هستید، شما سوالاتی به ما بگویید که ما به وسیله اون سوالات بتونیم او را لاجواب بکنیم یا حداقل بدونیم پیامبر خداست یا نیست. اونها گفتند که چند سوال هستند، 3 تا سوال هستند، شما این 3 سوال را مطرح کنید با توجه به اینکه امی هست سواد ندارد، اگر این سوالات را جواب داد که نبی خداست، اگر نتونست جواب بده اون وقت شما هم متوجه میشید. و یهودی ها هم فکر نمی کردن که بتوانه جواب بده. این 3 سوال در باره یکی اون جوانانی بود، 7 نفری که اونها در غار رفتند، اینا که بودند و چه مدتی در غار اینها استراحت کردند. دوم اون چه کسی بود که از مشرق تا مغرب همه جا را فتح کرد و همه جا را تسخیر کرد. سوم درباره حقیقت روح بپرسید که روح چی هست. اگر جواب داد که درست نیست، چون حقیقت روح را بغیر از خدا کسی نمیداند. این 3 سوال را مطرح کردند. سوال سوم را ما در سوره بنی اسرائیل خواندیم و یسالونک عن الروح. 2 سوال دیگه در این سوره پاسخ داده شده. لذا قبل از اینکه به مباحث سوره بپردازند، اول مدعا توحید، الحمد لله الذی، حمد را بنده عرض کردم خدمت شما که چگونه توحید هست و چگونه الوهیت الله عز و جل ثابت میشه، چون که حمد الف لام عهد خارجی هست، اون صفاتی و اون محامدی مد نظر هستند و مراد هستند
اونها ویژه الله تعالی هستند، مخصوص اله هستند، مثل خالقیت، مالکیت، رازقیت، نافع و ضار بودن و امثال اینها. لذا الله می فرماید الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب. تمام تعریف و ستایش مر الله، تعریفات خاص برای الله آن ذاتی که انزل على عبده الكتاب، بر بنده خودش کتاب نازل کرد. بنده او، این اضافت اضافت تشریفی هست، شرف رسول الله بیان شده. ولم يجعل له عوجا، و قرار ندار برای او، ها در اون قرآن عوج کجی، هیچ نوع عوج کجی، نه لفظی نه معنوی قرار نداد. قیما لینذر بأسا شدیدا، قیما این کتاب کتاب محکمی هست، کتاب مضبوطی هست. لینذر بأسا شدیدا، تاکه بترساند به وسیله این. بأسا شدیدا، از عذاب سختی، منظور از آخرت، از قیامت، از عذاب الله در قیامت. این فریضه رسول هست. من لدنه، بترسان منکرین را از جانب الله. و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات، فریضه دوم بشارت. مجد بده مؤمنان را، آن الذین یعملون الصالحات، آنانی که عمل صالح انجام میدن. ان لهم اجرا حسنا، این بیان مجده هست، این که برای آنان در آخرت اجر و پاداش نیکو هست. ماکثین فیه ابدا و ینذر الذین قالوا اتخذ الله ولدا. ماکثین فیه، میمانند برای ابد در آنجا در قیامت. و بترساند الله تعالی آنانی را، این چون که در باب انذار، در باب تبشیر الله فرمود و یبشر المؤمنین. اما چه کسانی را مژده بده؟ المؤمنین الذين يعملون الصالحات، نفرمود که چه کسانی را انذار کند. لینذر بأسا، از بأس بترساند، از جنگ خدا، از عذاب خدا بترساند. اما اینجا میفرماید که چه کسانی را بترساند. و ینذر الذین، این اعاده لبعد العهد است، چونکه اونجا بحث انذار آمد، در انذار دو چیز، یکی از چی بترساند، یکی کی را بترساند. از چی بترساند بیان شد بأسا شدیدا، اما کی را بترساند اونجا بیان نشد. اینجا مجدد اعاده لبعد العهد میفرماید که برای اینکه میخواد تعیین کنه کی را بترساند. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، بترساند مشرکان را، آنانی که گفتند خداوند ولد و نائب برای خودش گرفته، آنانی که اعتقاد دارند که خدا برای خودش نائب گرفته و بعضی از مخلوقات را در العیاذ بالله امور عالم خدا را کمک میکنند. ما لهم به من علم، نیست برای آنان نسبت به این مسئله، مسئله نائب گرفتن، تبنی، فرزند گرفتن، هیچ نوع علمی. ولا لآباهم، نه برای پدرانشان که مثل اینها گفتند، بدون آگاهی، بدون دلیل چنین کلمه سنگینی را اینها میگویند. کبرت کلمتا تخرج من افواههم، الله میفرماید این کلمه‌ای که از زبانشان خارج میشه سنگین است. کبرت، سنگین است این کلمه. این یقولون الا کذبا، اینها نمیگویند مگر کذب میگویند، مگر خلاف میگویند، دروغ میگویند. این کلمه کلمه سنگینی است، همین که برای الله عزوجل ولدی ثابت میکنند و اثبات میکنند که اون ولد متصرف است، گرداننده امور است. این کذب، کذب بسیار سنگین و دروغ بزرگی است. فلعلک باخع نفسک على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا،
اینجا تسلی هست برای رسول الله صلی الله علیه و سلم، لعل برای ترجی می آید در جاهای دیگه به معنی شاید، اما اینجا برای ترجی نیست، برای اشفاق هست، یعنی برای رسول الله صلی الله علیه و سلم اظهار شفقت است. الله عز و جل برای حبیبش، برای نبیش شفقت می فرماید که فلعلک باخع نفسک، شما نفس خودت را، شما جان خودت را از بین بردی. باخع یعنی هالکون، هالکون نفسک، از بین بردی خودت را علی آثارهم، دنبال اونها. چرا؟ یعنی خیلی حزینی، خیلی غمگینی، پریشانی که الم یؤمنو بهذا الحدیث، اینکه ایمان نیاوردند به این سخن، یعنی به کلام الله. اسفن مفعول لهو هست، یعنی بخاطر چی؟ بخاطر تأسف، از بس که تأسف خوردی بر اینها، جوش زدی، غم خوردی، لذا میخوای خودت را از بین ببری. شفقت الله است، یعنی ای پیغمبر من اینقدر نگران نباش. خلاصش اینه که غم مخور، نگران نباش، چون که این دنیا دنیای ابتلا هست، دنیای امتحان است. خب بعضی ها طبیعی قبول نمی کنند، انکار می کنند. شما چرا ناراحت می کنی خودت را؟ می رساند غایت شفقت و ناراحتی رسول الله صلی الله علیه و سلم بر ایمان قوم که ایمان نیاوردند. انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، این علت انکار است. یکی از دلائل انکار دنیاست و حب دنیاست. الله می فرماید ما قرار دادیم اون چی که روی زمین هست زینت برای آن، زینت برای اهل زمین. لنبلوهم ایهم احسن عملا، تا که بیازماییم آنها را کدام یک از نظر عمل زیباتر عمل می کند. لذا هرچی که زرق و برق است، هرچی که تجملات و زیبایی هست، اینها را ما روی دنیا قرار دادیم. این مسئله باعث چی میشه؟ باعث قبول نکردن و انکار اونها. و انا لجاعلون، اما این دنیا را الله میفرمای فانی هست. این دنیا با این زیباییش، با این زرق و برقش، انا لجاعلون ما علیها، ما قرار میدیم اون چی که بر آن هست صعیدن جرزا، یک میدان بی آب و علف. یعنی این همه زیبایی ها که شما میبینی، این همه تجملات که شما میبینید، یک روزی اینها تبدیل به یک میدان بی آب و علف میشه، میدان خشک و خالی میشه، یعنی هیچ چیزی نمیماند. مطلب اینه که فانی هست، زائل میشه، از بین میره. خب این مقدمه بود. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم، از اینجا جواب اون شبهه است. اول جریان اصحاب کهف را الله به صورت خلاصه ذکر می فرماید و بعدا به صورت تفسیر مفصل. اما قبل از اون الله تعالی استفهام می فرماید، آیا شما پنداشتید، شما فکر کردید، شما گمان کردید که ان اصحاب الكهف والرقيم، اصحاب کهف و اصحاب رقیم، کانو من آیاتنا عجبا، از آیات عجیب ما هستند؟ یعنی از آیات عجیب فقط اینها هستند؟ نه خیر، این استفهام استفهام انکاری هست. یعنی آیات عجیب که آیاتی که دال بر قدرت الله عز و جل هستند، اینها نیستند. الله از اینها آیات بزرگتر دارد. فَإِنَّ سَائِرَ آيَاتِ اللَّهِ أَعْزَمُ مِنْ قِصَّتِهِمْ، تمام آیات الهی از قصه اصحاب کهف چی هست؟ از قصه اصحاب کهف اعظمتر است،
بزرگتر است. لذا اون آیات را وقتی که نگاه بکنند، به اون آیات توجه و دقت بکنند، پی میبرند به قدرت لایزال، به الوهیت مطلق رب العالمین. این که چند جوان خوابیدند و بعد از 300 سال بیدار شدند آیه ای هست، اما از این آیات بزرگتر داریم. قال الطبری تقریر له علیه السلام على حسبانه، برگمانی که رسول الله داشت اون را اثبات میکند که ان اصحاب الكهف كانوا عجبا، اصحاب کهف عجیب بودند، به معنی انکار ذلك علیه الا يعظم ذلك بحسب ما عظم عليك السائل، یعنی شما فکر نکن اونطور که سائلان این آیه را عظیم میدانند که آیه عظیم، السائلون من الكفره، سائلان از کفار، این را عظیم میدانستند که آیه عظیم و عجیب اینه، نه، فان سائر آیات الله اعظم من قصته، تمام آیات الهی، بقیه آیات الهی از قصه اینها، از قصه اصحاب کهف، اونها عظیم تر هستند. اصلا خلق آسمان زمین اینا، انسان وقتی نگاه میکنه این از عجایبی هست که انسان ها به اون فکر نمی کنند. خب اصحاب کهف الرقیم فرمود. کهف از نظر لغت به غار میگویند و به این اصحاب کهف میگویند به دلیل اینکه اینها در غار رفتند و در غار استراحت کردند. اما اصحاب الرقیم، گرچه بعضی از علما گفتند جمع اندکی مثل امام بخاری طوری باب قائم کرده که گویا اینها را دو گروه می داند. ایشون معتقدند اصحاب کهف اون افرادی هستند که در غار رفتند و خوابیدند، اصحاب رقیم، ببخشید، اصحاب کهف اون سه نفری بودند که در غار بند آمدند و سنگ آمد جلویشان گرفت، و اصحاب رقیم این هفت نفری هستند که در غار رفتند. یا بالعکس، منظور این دو واقعه هستند. یکی واقعه سه نفر را در بحث توسل خدمت شما عرض کردم و می دانید که رفتن در غاری و سنگ آمد و غار را گرفت، و دوم اون هفت نفری که رفتند خوابیدند، اینها هستند اصحاب رقیم. اما جمهور علما و مفسرین اعتقاد دارند که اینها یکی هستند، اصحاب کهف و اصحاب رقیم دو گروه نیستند، یک گروه هستند. اصحاب کهف که بهشون میگویند مشخص تو غار رفتند، اما اصحاب رقیم چرا میگویند، در این باله اختلاف هست. بعضی معتقدند که رقیم به اون تابلوی میگویند که بعدن پادشاه، تابلوی که در اون اسمای اونها نوشته شده بود، قیل الرقیم ان نصبوا الى حجم رقم فیه اسماؤهم، اون تابلوی را میگویند، تخته ای را که بر دهنه غار زده شد و اسمای اینها اونجا نوشته شد، اسامی اینها، به این خاطر اصحاب الرقیم میگویند. بله، ببینید عبارات بزرگان، الکهف النقب المتسع فی الجبل، کهف میگویند اون سوراخ وسیع در کوه را میگویند که داخلش وسیع هست و انسان میتونه اونجا سکونت بکنه، آرامش داشته باشه. الرقیم، قال الفراء الرقیم لوح کان فیه اسماء و صفات، اسماءهم و صفاتهم کبیر، اون تخته ای هست که اسماء و صفاتشان هست، بعدا اونجا زده شد.
بعضی دیگه معتقدن رقیم نام روستا بود، زعم کعب انها قریه خرجوا منها، نام قریه ای هست که اینها از اون قریه خارج شدن. رقیم نام اون شهره، نام اون قریه هست. والله اعلم. به هر حال اینها را هم اصحاب کهف میگویند هم اصحاب رقیم میگویند. کانو من آیاتنا عجبا، از آیات عجیب ما شما فکر میکنی بود. اذ اول فتیتو الی الکهف فقالو ربنا آتنا، این اجمال قصه شون هست، داستانشون هست به صورت اجمالی. زمانی که پناه بردند اون جوانان به کهف به غار، فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمه، بار الها به ما از جانب خودت رحمت ببخش. و هیئ لنا من امرنا رشدا، مهیا کن آماده کن برای ما از جانب خودت راهنمایی، ما را راهنمایی کن کجا بریم. نمیدونستن کجا برند، کجا بریم، چه کار بکنیم، تو خودت برای ما چاره ای بساز، برای ما تدبیری بفرما. لذا این دعا را کردند و رفتند در غار خوابیدند. الله می فرماید فضربنا على آذانهم في الكهف سنین عددا، ما گوشهایشون را زدیم یعنی بستیم در غار سالهای متعدد. ثم بعثناهم، سپس ما اونها را از غار بلند کردیم، مبعوث کردیم. لنعلم ایل نظهر، تا ظاهر بکنیم، تا معلوم کنیم. ای الحزبین احصا لما لبثوا امدا، این لنعلم لام لام عاقبت است، یعنی عاقبتا با هم بحث کردند، نه که به خاطر این خدا اونها را خواباند که بعدا اختلاف کنند، نه. ای الحزبین، از اون دو گروه کدام گروه احصا لما لبثوا امدا بیشتر حفظ کرده اون مدتی را که ماندند؟ لما لبثوا امدا، امدا از نظر مدت طولانی کدوم گروه بیشتر حفظ کرده، بیشتر میتونه بگه چقدر ماندن؟ خب دو گروه بودن با هم اختلاف کردن، همین اصحاب کهف که الان میخوانیم. قال ربكم، قالوا كم لبثتم، قالوا لبثنا يوما او بعض يوم، یک گروه گفت يوما او بعض يوم، گروه دوم گفت ربكم اعلم بما لبثتم، پس این گروه دوم بهتر میگفت، رب بهتر میداند، مدتشون را نمیدانستند. بله این خلاصهش بود، خلاصه داستان بود. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، از اینجا تفصیلش بیان میشه. ببینید اولا خدمت شما عرض کنم که این هفت نفر که ابتدا شش نفر بودند، اینها از اولاد بزرگان و درباریان شهر بودند. شهری که موقعیت جغرافیایی این شهر کجا بود اون خدمت شما عرض می کنم. بعضی ها میگن در روم بود، بعضی میگن در شام بود، نزدیک ایله بود، شهری بود. و با توجه به اینکه قرآن مجید هدفش داستان سرایی نیست، به این خاطر جزئیات را بیان نکرده و نمی کند. جزئیات را که بیان نکرده، حال در مورد، چون قرآن یک هدفی، یک موعظه، یک درسی که از کل قصه باید گرفته بشه، اون را دارد، اون هدف را دارد، اون حاصل شد. دیگه به موقعیت جغرافیایی هم نپرداخته، به تاریخ هم نپرداخته که اینها چه زمانی بودند، کجا بودند. به این خاطر علما شدید با هم اختلاف دارند. بعضی ها این را در شام میدانند، نزدیک فلسطین، بعضی معتقدند این در روم هست. خب به یک صورتی این دو قول را میشه با هم تطبیق داد که اون زمان شام تحت سیطره روم بود. بعضی ها این را در اندلس دانستند، اسپانیا. بعضی ها
عرض کنم در انطاکیه و در ترکیه و بعضی در بلاد مختلف. پس شدید از نظر علما رفتند هر یکی غاری و غارهای دیدند و گفتند این هست، غارهای متعددی که تو اون غارها همین علائم هست، استخوان هست، اونجا بنایی هست، مسجدی هست، چند جا دیدند. و علتش را خدمت شما عرض می کنم. بعضی ها از نظر تاریخ می گویند که اینها بعد از سیدنا عیسی علیه السلام زمان سیدنا عیسی بودند و پادشاه دوم که موحد بود بر دین مسیحی بود. اکثر مفسرین همینو میگند. بعضی معتقدند این مربوط به زمان عیسی نیست، خیلی قبل از عیسی هست، این در زمان بنی اسرائیل و یهود بوده یا قبل از یهود بوده. چرا؟ چون علماء یهود به این دلچسپی داشتند و پیگیر قضیه بودند. اگر این جریان از جریاناتی بود که در زمان عیسی علیه السلام اتفاق می افتد، یهود به این داستان دلچسپی نشون نمی دادند. چون حقانیت دین عیسی و دین توحیدی هست که یهود با او مخالف بودند، سوال کنندگان یهودی ها بودند. پس بنابراین بعضی به زمان قبل از عیسی علیه السلام این را ربط دادند. و اما اینکه اینها تعداد جوان بودند، در روزی که روز مراسمشان بود همه مردم خارج رفتند، روز عیدشان بود، معمولا روزهای عید اعیاد مردم به مراسم مذهبی و دینی می پردازند، به سوی عبادت می روند، همه شهر و اهل شهر بیرون شهر یک جای مخصوصی که داشتند اونجا جمع شدند و تعظیم کردند خدایان خودشون را، بتان خودشون را. این جوانان با خود فکر کردند و دعوت توحید هم بهشون رسیده بود که چرا ما این بتا را تعظیم بکنیم؟ اینا آخه چه قدرتی دارند؟ ما باید احترام بکنیم، تعظیم بکنیم و سجده بکنیم اون ربی را که آسمان و زمین را آفریده. اینا که این بتا نیستند. فقالوا ربنا رب السماوات والارض، رب ما ربی باید باشد که آسمان و زمین را آفریده. به این خاطر اینها خودشون را کنار کشیدند. در داستان اینطور آمده که ابتدا یکی از جوانها که همین رئیسشون بود، اسمش یا یلمیخا بود، بعضی گفتند، بعضی گفتند مکس المینا، این خودش را کنار کشید، سایه درختی آمد، لذا به عبادت دلچسپی نشان نداد، به کرنش کردن در مقابل بت‌ها هیچ نوع علاقه نشان نداد. بعد یکی دیگه آمد، سومی آمد، چهارمی آمد، پنجم، ششم، الله که میخواست اینا با هم جمع بشن. ابتدا اینا جرات نکرده از هم دیگه بپرسن چرا آمدید. آخر یکی دهان باز کرد و گفت شما چرا اینجا آمدید؟ ما چرا آمدیم جمع شدیم؟ همه مردم اونجا دارند تعظیم میکنند. اینجا یکی عقیده خودش را گفت که من معتقدم که اینها نمیتونن خدای ما باشند، خدای ما باید ذاتی باشد که خدای آسمان ها و زمین. دومی گفت من هم همین عقیده را دارم. بقیه هر یکی گفتم دیدگاه ما هم همینه. علی ای حال اینها با هم شور کردن، با هم مشوره کردن که ما بیایم بر همون دین توحید قرار بگیریم و یه جایی تعیین بکنیم، خدایمون را عبادت کنیم و خدا را نیایش بکنیم. اینها با هم تعیین کردند و یک جایی به اصطلاح و به تعبیر امروزی ما یک نمازخانه قاچاقی درست کردند که کسی متوجه نشه. اونجا می رفتند و عبادت می کردند تا اینکه حکومت متوجه شد که اینها دارند عبادت میکنه غیر از بتای ما، غیر از خدایان ما. لذا پادشاه اینها را احضار کرد. وقتی که پادشاه احضار کرد و از اونها استفسار کرد، اینها گفتن بله ما رب ما اون ربی هست که آفریننده آسمان ها و زمین است.
از آن جایی که اینها از اشراف بودند، از خاصان بودند، پادشاه ابتدا اونها را خلع لباس کرد. در اون زمان همه مردم مثل هم نمی پوشیدند، اشراف زادگان لباس خاصی می پوشیدند که عامه مردم اجازه نداشتند مثل اونها بپوشند. عامه مردم دیگه لباسی داشتند، لذا پادشاه اینها را از اشراف زادگی بیرون کرد، خلع لباس کرد، گفت لباس عادی بپوشید. این جریمه شماست و ارفاق، من شما را نکشتم چون شما از درباریان هستید، از فرزندان اونها هستید، به شما مهلت میدم که شما از این دین دست بکشید و الا همه شما را میکشم. خلاصه پادشاه وقتی که اینها را تهدید کرد به این، اینها مهلتی که داده شد، اینها با هم مشوره کردند و که چیکار بکنیم. آخر گفتند اینجا فایده نداره، ما هم که اینجا عبادت بکنیم ما را مجبور میکنم به دین شرکیه، به دین کفریه، و اگر ما بریم به طرف اون دین الله از ما ناراضی میشه به طرف شرک، و اگر بمانیم ما را میکشند. از اینجا بریم. از اونجا رفتند، حرکت کردند، رفتند. 6 نفر بودند، در راه چوپان را دیدند که اون چوپان وقتی که اینها را دید متوجه شد اینا موحدند، اون هم اظهار کرد که منم یک تا پرستم، رضا او را هم با خود بردند و سگ اون چوپان وفادار بود، هم با اونها همراه شد. رفتند و اینها نمیدونستند کجا برند، همین دعا را کردند، خدایا ما را راهنمایی کن. سرگردان بودند کجا بریم. آتنا من لدنک رحمتا و هیئ لنا من امرنا رشدا، به ما رحمت ببخش و ما را راهنمایی کن کجا بریم. خلاصه اینها سرشون افتاد به اون غار، چند کیلومتر رفتند و رفتند تا اینکه خسته شدند، برای استراحت در کوه رفتند، تو اون غار رفتند. اونجا که رفتند در غار بخوابند، دیگه همون خواب شد که طول کشید. 300 سال، 309 سال اتفاق افتاد. بعضی میگویند که اینها وقتی که خوابیدند سال حدوداً 200 خورده میلادی بود، میلاد عیسی علیه السلام، و 250 بود یا 241 بود، از یک حساب خورشیدی همون 250 میشه. سال 250 میلادی بود، اینا اونجا رفتند خوابیدند، 550 میلادی بیدار شدند. 550 میلادی یعنی 20 سال قبل از ولادت رسول الله صلی الله علیه و سلم. رسول الله در سال 570 میلادی متولد شدند. 20 سال قبل از ولادت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این اتفاق افتاد. اینا از خواب بیدار شدند و بعد از اون همون که انشاءالله میخوانیم. پس این اون چیزی که هست درباره اینها. اما من همه بحثا را عرض بکنم، کوتاه بکنم سخن را، شما هم درباره اینها اطلاعاتی دارید، و بعد به آیات قرآن بپردازیم. آخرین بحثی که بنده خدمت شما عرض می کنم همین اختلاف هست که اینها کجا هستند. بسیاری معتقدند که اینها در انطاکیه هستند. بعضی از علما خیلی روی این، بعضی از مفسرین حتی گفتن ما رفتیم در انطاکیه، غاری را با همین مواصفات پیدا کردیم، تابلوی هم داشته، تابلوش قدیمی بوده، خونده نشده، اونجا بنایی مسجدی هم روی بر ورودی غار و بیرون غار هم هست. بسیاری از علما معتقدند که این در اندلس هست، تفسیر بحر المحیط علامه اندلسی هم خیلی روی این دلائل دارد، دلائل بیشمار و متعددی.
هر یکی که جالب اینجاست، هر یکی هر جایی میگه اونجا غاری را هم نشانی میده و استخوانهایی که نشان میده اینجا انسانهایی از بین رفتند وفات کردند هم نشان میده. بسیاری معتقدند که این در نزدیک فلسطین بوده، نزدیک ایله بوده، اینجا شهری بوده و اینجا این اتفاق افتاده. و حتی زمانی که در زمان سیدنا معاویه رضی الله تعالی عنه وقتی که میخواستن به جنگ رومی ها بروند از شام، در مسیر کسی گفت که به سپاه معاویه گفت که اون غار اینجا هست، در مسیر هست، بین شام و روم هست. معاویه چند نفر را فرستاد که برن بازدید بکنند. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما همراه بود. او گفت که نکنید این کار را. گفتن چرا؟ گفت قرآن به پیغمبر گفته که اگر شما برید اونجا لو اطلعت علیهم لولیت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. اگر شما اونجا برید شما پا به فرار میگذارید و از رعب مملو میشید، یعنی خیلی میترسید، وحشت میکنید، وحشت سر بدنتون را در بر میگیرد. اما معاویه رضی الله تعالی عنه به این توجه نکرد. چرا توجه نکرد؟ شاید معاویه اجتهاد کرد و فکر میکرد این آیه مربوط به زمانی است که اونا خواب بودند، همون زمان خودشون، چون آیه درباره همون است. اما امروز اون حالت نیست، اون شرایط نیست، لذا گفت نه شما برید. گروهی را فرستاد. میگویند وقتی که این گروه رفتند به محض اینکه به دهانه غار قرار گرفتند چنان طوفانی و چنان باد شدید از داخل غار شروع به وزیدن کرد که اینا را دور پرتاب کرد و وحشت عجیبی در اینها پیدا شد. اینا دیگه نرفتند. و حتی یکی از تفاسیر نوشته، تفسیر حقانی، که بعد سوزانی بود که خیلی از اینها سوختند. به هر حال چنین اتفاقی در زمان معاویه افتاد. بعضی میگه این غار اینجا هست، والله اعلم. اما خدمت شما این نکته را که هر جا هست خدا بهتر میدانه، خدا مبهم گذاشته. اما هر جا که غاری را علما دیدن میگویند که اون آثار اینجاست. دلیلش اینه که قبل از دین مبین اسلام دین چی بود؟ دین مسیحی بود و دین مسیحیت دین رهبان هست، دین رهبانیت است. رهبانیت یعنی گوشه نشینی، یعنی برای عبادت به غارها پناه بردن، به بیابان و جنگل رفتن، از جامعه دور شدن. این در دین رهبانیت بود، در دین مسیحیت و رهبانیت ابتدعوها خواندیم، رهبانیتی که اونها ایجاد کردند. لذا هر غاری تعدادی نفر رفتند از راهبها، اونجا عبادت کردند تا چند سال موندند، بعدا همونجا مردند، همونجا مرگشون رسیده، همونجا استخوانهایشون مونده. لذا هر کسی هر غاری رفته تعداد استخوان دیده، آثاری از حیات انسان ها اونجا دیده، شاید بعدی ها هم به تأسی از اون پادشاه، بعدی ها هم آمدند و اونجا چیکار کردند؟ بنایی درست کردند. پس هر یکی که بنایی دیده گفته که همین غار. علت اینکه جاهای متعددی از این غارها با همون مواصفات، با جسدها، با استخوانها و و غیره خیلی از علما گفتند، در واقع دلیلش اینه که در دین مسیحیت این رهبانیت بوده، والله اعلم. و این افراد در زمان پادشاهی به نام دقیانوس بودند. اون پادشاه اینها را دستور داد که شما باید برگردید و مهلت داد. اینها از ترس دقیانوس یا دقیانوس رفتند و بعد از اون پادشاه دیگری به نام، در زمان پادشاهی که از خواب بیدار شدن، به نام بیدروس بود، بیدروس. و این پادشاه پادشاه موحدی بود،
بر دین توحیدی بود که اینها دوباره بیدار شدند. خب الله می فرماید نحن نقص عليك نبأهم بالحق، شروع في تفصيل ما اجمل. خدا به صورت اجمال و خلاصه گفت، الان تفصیل از اینجا شروع میشه. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، ما بیان میکنیم بر تو ای پیغمبر خبرشان را به حق. این را، این نکته را فراموش کردم که مشرکین وقتی که سه سوال را از محضر رسول الله کردن، رسول الله بدون ان شاء الله فرمود من فردا جواب میدم. الله عز وجل این جمله را نپسندید، لذا تا 15 روز وحی نیامد قد شد. مشرکین مسخره کردند، خندیدند و بعد از 15 روز جبرائیل امین آمد و گفته شد که چرا ان شاء الله نگفتی. آیهش می آید انهم فتیه آمنوا بربهم، آنان جوانانی بودند که ایمان آوردند به ربشان طبق تعلیم عیسوی یا تعلیم توحیدی قبل از عیسی بوده. و زدناهم هدا، این انابت است، و زدناهم هدا، ما در هدایتشان افزودیم. این امر دوم هدایت است. خب هدایت که بیاد، استقامت که بکنند و سختی ها را تحمل بکنند، خدا چی میده؟ ربط القلب. الله می فرماید و ربطنا علی قلوبهم اذ قاموا، اذ قاموا هم استقامت است، زمانی که آنها استقامت کردند ما دلهایشان را گره زدیم، یعنی آنها را ربط القلب عنایت کردیم. فقالوا، آنان گفتند ربنا رب السماوات والارض، رب ما رب آسمان هاس و زمین، لن ندعو من دونه الها، هرگز ما نمی خوانیم بغیر از الله معبود دیگر. لقد قلنا اذا شططا، همانا ما در این هنگام زیاده گفتیم، اضافه گفتیم، یعنی زیاده روی کردیم اگر غیر از خدا رب دیگری را بپذیریم. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، اینها این قوم ما بغیر از الله دیگران را معبود گرفتند، آلهة گرفتند. لولا یأتون علیهم بسلطان بین، چرا بر این دلیل آشکاری نمی آورند؟ بر اینکه اونها غیر از خدا دیگران را معبود گرفتند. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، چه کسی ظالم تر است بر اون، از اون انسانی که بر خدا افترا میگوید، افترا دروغ، یعنی قوم هستند. و اذ اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله، زمانی که شما جدا شدید از قوم، و ما یعبدون الا الله، از آنچه که اونها به غیر از الله عبادت میکنند، یعنی از خدایانشان، از بتانشان فاصله گرفتید، چیکار کنید؟ فأووا الى الكهف، پناه بیاورید به غار. لذا این گوینده رئیسشون هست، یا مکسلمینا هست یا یلمیخا هست. فأووا الى الكهف، پناه ببرید به غار. ینشر لكم ربكم من رحمته، الله باز میکند، میگشاید. لکم یعنی علیکم، لام به معنی علاست، بر شما از رحمت خداش باز میکند، میگشاید. و یهیئ لکم من امرکم مرفقا، مهیا میکند برای شما امر شما را آسان، کارتون آسان میشه، مشکلتون آسان میشه. الله می فرماید وقتی که اینها در غار خواب بودند، چنان الله تعالی اونها را اونجا با ناز و نعمت حفاظت و نگهداری کرد، حتی خورشید بر اونها نمی تابید. و تر الشمس اذا طلعت، این تفصیل من آیاتنا عجبا، از آیات عجیب، خورشید را می دیدی هرگاه طلوع می کرد، تزاور عن کفهم، تزاور یعنی تمیلو، از غارشان به جانب راست تمایل می کرد.
و هرگاه غروب میکرد اذا غربت تقرضهم ای تعدل عنهم، از اونها عدول میکرد ذات شمال، در ذات شمال و هم فی فجوت من، اونها در جای وسیع از غار بودند، با این وجود خورشید اصلا بر اونها نمیتابید. ببین اینجا علما از نظر جغرافیایی نقشه های متعددی کشیدند که غار چگونه بود، که شاید صائب ترین و نزدیک ترین قول این باشد که اولا از اینجا معلوم میشه که غار دهنهش، اصلا غار هم معنیش هم همینه، یکی از نقب یکی از غار، نقب اونه که از ابتدا به یک اندازه است، اما کهف به اون میگویند. بعضم بعضی ها فرق بین کهف و غار هم بیان کردند، چون غار هم کلمه عربی هست، اذ هما فی الغار اذ یقولو لصاحبه، اینها در کهف بودند در غار نبودند اصحاب کهف. کهف اونه که دهنش تنگ باشد و وقتی که درونش رفتی درونش متسع باشد، وسیع باشد، فراخ باشد. خب چنین حالتی داشت و بعد اون دهنش جانب شمال بود، دهنش جانب شمال بود، به طرف شمال بود، به طرف خورشید نبود، که هرگاه خورشید شروع به طلوع می کرد لذا تابش خورشید به طرف راست غار می زد، داخل نمی زد، و وقتی که رد می شد و زوال می شد باز خورشید به طرف چپ غار اون نورش می افتاد. بعضی ها به این شکل اون شرایط غار را و نقشه غار را کشیدند، بعضی ها چیزهای دیگه گفتند، اما بسیاری از مفسرین اعتقاد دارند که لازم نیست ما نقشش را بدونیم. خداوند عزوجل گفته همین برای ما کافی است که خورشید طوری طلوع می کرد که داخل غار نمی زد، طوری غروب می کرد هم که داخل غار نمی زد. این به هر صورت چی بود؟ محفوظ بود، یا اینکه این کرامت اونها هست، یا اینکه نه خیلی جا هستن، شما شاید هم دیدید در همین مناطق ما هستن که در طول روز اونجا نور خورشید نمیخوره، چنان اونجا کوه سایه انداخته یا قرار گرفته که با وجودی که غاری نیست ولی سایه اصلا خورشید اونجا طلوع نمیکند و خورشید گرمیش تابشش اونجا نمیزند، چون کوه حائل است و مانع هست. على اي حال وهم في فجوه من اي متسع من الكهف، فجوه جاي وسيره ميگن. ذلك من ايات الله، الله مي فرمايت ان از ايات الله اي الدال على كمال قدرته، من يهدي الله فهو المهتدي، هر كسي كي الله را هدايت كند او هدايت ميشه، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، هر کسی که رب او را گمراه کند نمیابی برای اون ولی حامی که او را راهنمایی کند، مرشدش باشد. الله می فرماید و تحسبهم ایقاظا و هم رقود، شما می پنداشتید آنها را که بیدارند در حالی که آنها خواب بودند. خب بدنشون خراب نمی شد؟ اینجا اگر کسی طولانی بخوابه مریض بشه در دنیا برایش چی میکنند؟ تخت میگیرند، تخت های متحرک، که این تخت ها به اصطلاح همیشه به صورت برقی ماساژ میده بدن را که بدن خراب نشه. الله عزوجل اونجا چگونه در ظرف 300 سال، اینجا 30 روز کسی بر رخت خواب بخوابه بدنش تمام زخم میشه، 300 سال. الله میفرماید وتحسبهم ايقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، اونها را میگردانیدیم جانب راست و چپ، چرا؟ لئلا تاكل التراب اجسادهم، تراب اجسادشون را نخورد. الله میفرماید وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد، سگشان باسط بود یعنی پا
پاهایش را دراز کرده بود، دستهایش را، هر دو ذراعینش را، وسید، وسید ورودی می را میگن، چارچوب در را میگن به اصطلاح دهنه غار. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا، اگر مطلع می شدی بر آنان، لوليت پشت می دادی در حالت فرار، فرار می کردی، ولملئت منهم رعبا، پر می شدی از چی؟ از رعب، از وحشت، یعنی چنان وحشتناک بود. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، الله می فرمای آنها را بلند کردیم، از خواب بیدار کردیم، ليتساءلوا بينهم، لام لام عاقبت است، نتیجه این شد که آنها از هم دیگه سوال می کردند. قال قائل منهم كم لبثتم، یک گوینده گفت چقدر ماندید. ببینید ما در آیات بعدی میخوانیم که اختلاف است چند نفر هستند، بعضی میگن 3 تا، بعضی میگن 5 تا، بعضی میگن 7 تا، و هشتمی سگ است، آخر میگه الله بهتر میدانه چند تا. بسیاری از علما اکثر میگن 7 نفر بودند و هشتمی سگ بود. بعضی از اینجا استنباط کردند. چطور استنباط کردند؟ قال قائل منهم كم لبستم، یک گوینده گفت چقدر ماندید. خب این یک نفر، گوینده یکی هست. قالوا لبثنا يوما او بعض يوم، گروهی جمعی از اونها جواب دادند اینجا ماندیم یک روز یا بعضی روز. قالوا جمع هست نه، جمع اقل چند نفره؟ 3 نفر. پس اون یک نفر، اون 3 نفر، 4 نفر. بقیه چی گفتن؟ قالوا ربكم اعلم بما لبثتم، رب شما بهتر میداند شما چقدر ماندید. اینام قالوا، 3 نفر حداقل اینها بودند، چقدر شدند؟ 7 نفر. پس از این قال و قالوا علما تشخیص دادند که چند نفر بودند. فبعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه، یکی را با این ورق، با این ورق، ورق مال عرض کنم که پول اون رایج اون زمان بود، بفرستی به شهر. فلینظر ایها ازکا طعاما، نگاه بکند که کدام یک از مردم شهر ازکا طعاما، از نظر طعام پاکیزه تر از طعامش. فلیأتکم برزق منه، بیاورد طعامی از اونها، خوراکی از اون کس بیاره، اونی که طعامش پاکتر باشه. اول نکته اول اینه که باید همیشه دنبال چی باشیم؟ دنبال رزق حلال باشیم. و بعد رزق حلال به چه معنا؟ ببینید اون زمان زمان شرک بود، تک و توکی موحد تویشون بود، لذا مشرکین به نام طواغیت می کشتن ذبیحه هایشون را، پس اون حرام بود. اینکه فلینظر ایها ازکا طعاما، یعنی از نظر ذبیحه، ذبیحه حلالی باشد، ذبیحه حرامی نباشد. همونطور که ما الان اگر مسافرت میکنیم به کشورهای غیر اسلامی میریم، اونجا دنبال حلال هستیم، مسلمانانی که ذبیحه را کشته باشند. پس همین مثلا عن ابن عباس فی قولی ازکا طعاما قال احل ذبیحتا، یعنی از نظر ذبیحه، ذبیحه کسی که حلال باشد، چون که وکانو یذبحون للطواغیت، برای طواغیت میکشتن. لذا نگاه کند طعام چه کسی پاکتر است، از اونجا رزق بیاورد. ولی تلطف، نرمی بکند، یه وقت درگیر نشه، جوانی نکند. ولا یشعرن بکم احدا، نفهمند، اصلا متوجه نشه به شما هیچ کسی، با خبر نشه.
انهم ان یظهروا علیکم، همانا آن قوم اگر مطلع بشن بر شما، یرجموکم، شما را سنگسار می کنند، او یعیدوکم فی ملتهم، یا شما را بالاجبار بر می گردانند در دینشان، آن وقت چه اتفاقی خواهد افتاد؟ ولن تفلحو اذن ابدا، هرگز رستگار نمی شوید در این هنگام ابدا. الله می فرماید وکذالک اعثرنا علیهم، این گونه ما مطلع کردیم بر آنان، لیعلموا ان وعد الله حق و ان الساعه لا ریب فيها، تاکی یقین بکنند که وعده الهی یعنی بعث بعد الموت، زنده شدن بعد از مرگ، حق است و همانا قیامت می آید، هیچ شکی در وقوع قیامت نیست. ببینید در این زمان که پادشاه بیدروس بود، اکثر مردم موحد بودند، دو دسته بودند، یک دسته متپرست و مشرک بودند، اکثر موحد بودند. اینها بحث داشتند روی قیامت و دوباره زنده شدن. کفار و مشرکی میگفتند اصلا امکان نیست، امکان ندارد. اینها میگفتند امکان دارد، الله دوباره ما را زنده میکند. روی این بحث بود، همیشه مناظرات و مباحثات ادامه داشت و کسانی که اهل توحید بودند دلیل خوبی نداشتند. حتی میگویند که پادشاه دعا میکرد که خدایا برای ما نشان بده، نشانه ای و آیه و علامتی تا ما بتونیم این بت پرستان را، مشرکین را قانع بکنیم که بعد از مرگ حیاتی هست. تا این اتفاق افتاد، این شخص وقتی که رفت تعجب کرد، ابتدا وقتی که شهر را دید و نزدیک این غار اصلا شهری نبوده، چون شهر توسعه پیدا کرده بود یا شهر دیگری بود، علا ای حال هرچی نگاه کرد انسانها را، آدمها را، همه چیز تغییر کرده بود. بالاخره با تعجب نگاه کرد و دل به دریا زد و رفت یه جایی، یک آشپزخانه به اصطلاح، جایی که پخت و پز و غذا بود و نان بود، اونجا رفت تا غذایی برای خودش تهیه بکند. و وقتی که پول را داد، اون آشپز تعجب کرد، اون کسی که غذا می فروخت تعجب کرد، این چی پولی هست، این مال چه عهدی هست. نگاه کرد به همسایه ها نشان داد، همه جمع شدند. این گفته این پول را از کجا آوردی؟ گفت مال خودم هست. گفت بگو و الا تحویل پلیس میدیم. حتما شما یک جای خزانه پیدا کردید که پولهای قدیمی هست، الان یکی از اونها آوردی. خلاصه به مأمورین اطلاع دادند و این را بردن اونجا و بعدن این متوجه شد در همین میان که خبری از دقیانوس نیست، از مأموران اون زمان نیست، اینا همه جدید هستند. و متوجه شد که اینها توحیدی هستند، اهل دین هستند. لذا وقتی که بردند این را پیش پادشاه و مسئولین، این حقیقت را گفت که ما از پیش دقیانوس گریختیم، فرار کردیم و در غاری خوابیدیم، همین نزدیکی ها هست. اونها بررسی کردند دفاتر را، پرونده ها را، بایگانی ها را بر اساس شرایط اون زمان، والله اعلم، اونها به این نتیجه رسیدند که اینها همون جوانهایی هستند که رفتند، تاریخ هست و ناپدید شدند. همه فکر میکردند اینها رفتند و دیگه مردن، تمام شدند. لذا پادشاه بسیار خوشحال شد که بعد از 300 سال، 300 و اندی سال، الله تعالی اینها را دوباره بیدار کرده، زنده کرده. و استدلالی که او میخواست بکند میتواند بر علیه مخالفانش پیروز و غالب بشه. لذا همه گفتن ما را ببرید اونجا، تا اینکه نه رفتن دوباره اونجا. اون کسی که صاحب غار بود گفت من پیش دوستانم میرم، شما نیایید. ابتدا رفت به اونها تمام داستان را تعریف کرد و همه تعجب کردند و خدا را شاکر شدند که این نصرت الهی برای اونها بوده. و بعد با مردم و پادشاه ملاقات کردند. بعد از ملاقات اصرار کردند اینها که شما بیایید در شهر با ما زندگی کنید، اما اونها نپذیرفتند و در مقابل شکرانه این نعمت گفتند ما اینجا تا آخر خدا را سجده می کنیم. برگشتند
و بعد از اکرام و اعزاز و ملاقات با مردم رفتن به جای خودشون. روزهای بعد که میخواستن دوباره به دیدارشون بیاین، گروه و گروهای دیگری مجدد پادشاه بیاید، الله عز و جل اینها را موت داده بود، موت حقیقی. و وقتی که آمدند همه ناراحت شدند، نگران شدند، آه و فغان را افتاد و پادشاه دستور داد همین جایی که هستند دفنشون، محل دفنشون اینجا باشه. غار بسته شد، اونجا تابلو زده شد. بعدن اینجا اونها میخواستن، مشرکی میخواستن معبدی درست کنند، یا بعضی گفتن میخواستن که مسافرخانه درست کنند. روی ان طائفة کافر قالت نبنی بیعتا او مضیفا، ما اینجا بیعی درست میکنیم، معبدی برای خودمان، یا مهمانخانه و مهمانسرایی که مردم زیارت بیایند و اینجا استراحت کنند. اما پادشاه گفت نه، ما اینجا محل عبادتی، مسجدی درست میکنیم که خدا را عبادت بکنند. به هر حال اونها درست کردند. الله می فرماید و كذلك اعثرنا، کافل بیان الکمال است، این گونه ما مطلع کردیم بر آنان، لیعلموا ان وعد الله حق، تاکه بدانند که وعده الهی حق است، و ان الساعه، این عطف تفسیری است، وعده الهی حق است یعنی چه؟ یعنی اینکه قیامت لا ریب فیها، درباره قیامت هیچ شکی نیست. اذ یتنازعون بینهم امرهم، زمانی که آنها با هم درگیر بودند، تنازع داشتند امرشان فیما بینشان، فقالوا ابنوا علیهم بنیانا، کفار گفتن بر آن بنا کنید بنیانی، قبه یادگاری، ربهم اعلم بهم، رب اونها عالم تر بود. الله می فرماید قال الذين غلبوا على امرهم، آنان که پیروز شدن، پیروز میدان شدن بر امرشان، یعنی در این که بعد از مرگ زنده شدنی هست، اونها گفتن لنتخذن عليهم مسجدا، ما حتما بر آن مسجدی می بندیم، قرار می دیم، ای مسجد نعبد الله فی، اونجا خدا را عبادت می کنیم، و نستبقى آثار اصحاب الكهف بسبب ذلك المسجد، ما آثار اصحاب کهف را باقی می گذاریم بسبب همین مسجد، لذا ما اینجا مسجدی برای خودمون درست می کنیم. على ای حال اینها غالب شدند و مسجد را درست کردند. سیقولون ثلاثة رابعهم کلبهم، الان اختلاف نظر که چند نفر بودند، سیقولون اینجا کی میگوید؟ این اختلاف نظر بین یهود و رسول الله است. قال بعض المحققین اليقول اليهود المعاصرین له صلى الله عليه وسلم الخائزين في قصة اصحاب الكهف روح المعانی، اینا که میگوین یهودی ها هستن، میگوین سه نفر چهارمی سگ هست، و بعضی میگن پنج نفرم ششمی سگ هست، سادسهم کلبهم، رجما بالغیب، رجما بالغیب یعنی تخمینا و همینطور حدسا گمانا، چیزی نمیدان، غایبا یک چیزی میندازند. و یقولون سبعه و ثامنهم، بعضی میگه هفت نفر، و ثامنهم کلبهم، هشتمی سگ هست. قل ربی اعلم بعدتهم، بگو رب من بهتر میداند که تعدادشان را. ببینید این قول سوم، ها اینجا الله فرموده ربی اعلم بعدتهم ما یعلمهم الا قلیل، عددشان را نمیدانم مگر اندکی از مردم میدانند. اون اندکی هستن مثل عبدالله ابن مسعود و عبدالله ابن عباس از مفسرین صحابه. حضرت عبدالله ابن عباس میگفت من از اون اندک هستم، و بعد میگفت که اینها هفت نفرند و هشتمی سگ هست. از اشاره این آیه هم معلوم میشه همین قول. ببین اینجا چی هست؟ اینجا هست که ثلاثة رابعهم کلبهم، خمسة سادسهم کلبهم،
رجمن بالغیب، این رجمن بالغیب متعلق به هر دو هست، یعنی همینطور تخمینی، گمانی، حدسی یک چیزی میگویند. هر دو قول را رجمن بالغیب گفت. اما اینجا سبعت و سامن کلبهم، اینجا نفرمود رجمن بالغیب، معلوم میشه که همین قول قول صحیح است. فلا تمار فیهم الا مراء ظاهرا، شما بحث نکن درباره اونها. فلا تمار یعنی لا تجادل، جدل نکن، بحث نکن، مگر مراء ظاهر یعنی بحث ظاهری، یعنی به عمق مسائل که چی بودن، چقدر بودن، به این مسائل نپرداز، همین بحث ظاهری داشته باش که اون چی که اون اندازه که قرآن بهت گفته، بیشتر از این نه. ولا تستفت فیهم منهم احدا، درباره اون جوانان اصحاب کهف هم سوال نکن از یهودی ها، از هیچ کسی، از هیچ کسی چیز سوال نکن. خب اینجا جمله معترضه هست، اینکه پیغمبر خدا گفت من فردا جواب میدم، الله میفرماید ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلك غدا، هرگز نگو به چیزی که من این کار را انجام میدم غدا، مثلا بنویسم مثلا فردا، الا ان یشاء الله، مگر اینکه الله بخواهد. واذکر ربک اذا نسیت، ربت را یاد کن وقتی که فراموش کردی نام خدا را و مشیت خدا را. وقل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا، بگو امید هست، توقع هست، یا توقع هست که مرا رب من هدایت کند، راهنمایی بکند، لاقرب من هذا رشدا، از نظر راهنمایی نزدیکتر به این، یعنی مطالب بیشتری درباره این جریان یا از این جریان هم که به راهنمایی دین حق راهنما باشد، بیشتر راهنما باشد، خدا مرا راهنمایی بکند. لذا حال درباره بعضی جزئیات دیگر چقدر در غار ماندند، یکی از سوالات اینها این بود. الله می فرماید و لبثوا فی کهفهم ثلاثمائة سنین و ازدادوا تسعا، آنها ماندن در غار 300 سال و اضافه کردن 9 تارا. ببینید 309 شد دیگه. چرا قرآن نفرمود 309 سنه؟ 309 سنین چرا نفرمود 309 سال؟ بلکه 300 را جدا کرد و ازدادو 9 را جدا کرد. دلیلش اینه که از روی حساب قمری وقتی نگاه بکنیم، اینها 309 سال اونجا ماندند، از روی حساب شمسی 300 سال ماندند. هر 30 سال، در هر 30 سال بین قمری و شمسی یک سال فرق است، یعنی 30 سال شمسی 31 سال قمری میشه. شما الان اگر از نظر شمسی 30 سالتون باشه، از حساب ماه قمری 31 سالتون هست. پس وقتی که 9 تا 30 سال باشد، عرض کنم که 10 تا 30 سال باشد میشه چقدر؟ میشه 300 سال، و باز 9 سال را هم اضافه بکن میشه 309 سال، هر 30 سال، بله یک سال. پس اینها 309 سال اونجا ماندند. اما الله می فرماید قل الله اعلم بما لبثوا، بگو الله بهتر می داند چقدر ماندند. یعنی اینکه شما می گویید سالهای این غلط هست، اون چی که خدا میگه درست. این قل الله اعلم بما لبثوا رد اون 309 سال نیست، تایید اون هست، چون اعداد دیگری که شما میگویید خدا میگه 309 سال، خدا بهتر میدانه نه شما. ای هو اعلم من الذين اختلفوا فيه بمده لبسهم، خدا بهتر میداند از اونهایی که اختلاف دارند. والحق ما اخبرك به، حق آن است که خدا بهت خبر داده. لذا الله میفرماید
قل الله اعلم بما لبثوا، بگو الله بهتر میداند چقدر ماندن. له غیب السماوات والارض، فقط برای الله است غیب آسمان ها و زمین، لا لاصحاب الكهف، اصحاب کهف غیب ندارند. ابصر به و اسمع، این صیغه صیغه تعجب است، یعنی الله عز و جل چقدر بیناست، چقدر شنواست، هر چیز را میبیند، هر چیز را میشنود. ما لهم من دونه من ولی ولا یشرک فی حکمه احدا، نیست برای آنان بغیر از الله هیچ حامی، هیچ کارسازی. ولا یشرک فی حکمه احدا، و شریک نیست در حکم الله عز و جل هیچ کسی. منظور از حکم اینجا چی هست؟ مفسران گفتن منظور از حکم اینجا علم غیب است. و قیل الحکم ها هنا بمعنى علم الغیب، ای لا یشرک فی علم غیبه احدا، تفسیر مظهری. چون اینجا بحث خبر از غیب هست، چقدر ماندن، کجا ماندن، چطور ماندن، اینا تمام بحث‌های غیب هستن. در این مسائل غیب هیچ کسی شریک خدا نیست. واتلو ما اوحی الیک من کتاب ربک لا مبدل لکلمات، این دلیل وحی است، امر ابقایی هست. ای پیغمبر، همانطور که در گذشته برای اینها میگفتی و میخواندی و توضیح میدادی، ادامه بده. واتلو ما اوحی الیک من کتاب ربک، تلاوت کن آنچه که وحی میشه به سویت از کتاب رب. لا مبدل لکلماته، کلمات الله را هیچ تبدیل کننده ای نیست. ولن تجد من دونه ملتحدا، بغیر از الله پناهگاهی هم هرگز نمییابی. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، این تسلی هست برای رسول الله صلی الله علیه وسلم، و شان نزولش قبلا بیان شد در ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. خدای عز و جل به پیغمبر محبوبش میگه که شما به دنبال ایمان و هدایت این گردن کشان نباش، سرکشان قریش نباش، اونا ایمان نمی آورند. هر چی سوال میکنن، چون این سوال را وقتی که نظر ابن حارث کرد، توقع این بود بعد از جواب ایمان می آورد، بقیه قریش ایمان می آوردند. الله می فرماید با همین فقیر فقرا صبر کن، تحمل کن. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، نفست را تحمل بده، صبر کن با آنانی که يدعون ربهم بالغداة والعشي، ربشان را صبح و شام می خوانند. يريدون وجهه، منظور اینه که مخلصند. آنها چرا صبح و شام؟ آنها اراده رضای الله را دارند. ولا تعد عيناك عنهم، چشمانت را از اونها برنگردان، یعنی همواره اونها را زیر نظر، زیر شفقت و مهربانیت داشته باش. تريد زينة الحياة الدنيا، آیا میخواهی زینت و زندگی دنیا را، زیبایی زندگی دنیا را میخواهی که دنبال سرداران هستی. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا، اطاعت نکن اون انسان های سرکش و متمرد را، آنهایی که ما غافل کردیم قلبشان را از یاد خودمان، آنهایی که هرگز بیاد خدا نیستند، همیشه فراموشند. و اتبع هوا، آنهایی که تابع خواهشات نفس هستند و پیرو خواهشات نفس. و کان امره فرطا، امر اون چی هست؟ در امرش زیاد روی دارد، افراد دارد، لذا دنبال این نوع افراد نباش، اینا قابل هدایت نیستن. و قل الحق من ربکم، اینجا الله تعالی می فرماید که این حق است، قرآن حق است، و جریان اصحاب کهف جواب سؤال شما حق است. الان شما باید ایمان بیاورید، اما اگر ایمان نمی آورید هم اختیار دارید، ولی خودتون را برای عذاب خدا آماده کنید. و قل الحق من ربکم، اعلام بفرما حق از جانب ربتان هست. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، هر کسی می خواهد ایمان بیاورد، هر کسی می خواهد کفر کند. اما اهل کفر باید بدانند تخویف اخروی،
إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. ما برای ظالمان آتشی آماده کردیم که احاطه کرده آنان را. سرادقها، سرادق یعنی سراپرده های آتش، قنات به اصطلاح، خیمه. منظور اینه که برای اینها آتشی درست کردیم که از هر طرف احاطه آتش است، همونطور که خیمه و سراپرده انسان را کاملا در بر میگیرد، آتش کاملا اینا را چیه؟ مشتمل و در بر گیرنده هست، یعنی هیچ بخشی از بدنشون بدون آتش نمیماند. و این یستغیثو یغاثو بما این کالمهل. الله میفرماید اگر آنها طلب اغاثه بکنند، کمک بخواهند، یغاثو بما این کالمهل، آنها فریاد رسی میشوند، کمک میشوند با آبی که کالمهل مثل فلز گداخته شده است. فلز وقتی که گداخته بشه، سرب وقتی که ذوب بشه، چطور همه چیز را می سوزد. اون آب چنان هست که یش فل وجود، چهره ها را کباب می کند. یعنی آب را تا می خواب بخورد، همون حرارت آب می زند چهره اش کباب می شه. بئس الشراب، الله می فرماید نوشیدنی بدی هست. و ساعت مرتفقا، جای آرام بسیار بدی هست جهنم، الله نجات بده. جای استراحت بدی هست. اما در مقابل این تخویف، تبشیر برای مؤمنان، ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الله می فرماید بدون شک آنانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، انا لا نطيع اجر من احسن عملا، همانا ما ضایع نمی کنیم اجر کسی که زیبا عمل کرده، اجر کسی که در دنیا نیک با نیکی عمل کرده، به اونها چه اجری می رسد. اولئک لهم جنات عدن، این افراد، این گروه برایشان جنات جاودانه هست. تجری من تحتها الانهار، از زیر درختان و ساختمان های اون جنات نهرها جاری هست. یحلون فیها من اساور من ذهب، آراسته می شوند در آن جنات، یعنی زیورالات پوشیده می شوند، من اساور از دستبند هایی که من ذهب، آن دستبند ها از طلا هستند. و یلبسون ثیابا خضرا من سندس، می پوشند آنها لباس سبز رنگی که من سندس از حریر نازک است، و استبرق از حریر زخیم و کلفت است. متکئین فیها علی الارائک، تکیه دادن در آن بهشت بر تخت ها. الله می فرماید نعم الثواب، این ثواب و پاداش بسیار زیباست. و حسنت مرتفقا، و از نظر استراحت جای بسیار زیبایی هست، استراحتگاه خوبی هست. یعنی چه مقر زیبا و چه منزل زیبایی هست. وضرب لهم مثل الرجلین جعلنا لأحدهما. خب این داستان اصحاب کهف بود که تا اینجا تمام شد. حال الله تعالی مثال دیگری بیان می فرماید که این مثال، مثال منکر توحید هست و مثال مشرک هست. دوتا برادر بودند یا دوتا دوست بودند که اینها دوتا که یکی باغ داشت، امکانات داشت، یکی دیگه نداشت. یکی موحد بود، یکی مشرک بود، یکی شاکر خدا، یکی کفر میکرد به خدای عز و جل. اما عاقبت کفر و ناشاکری و ناسپاسی چی شد؟ وضرب لهم مثلا رجلین، بیان کن برای آنان مثال دو نفر را. جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب، ما قرار دادیم برای یکی از اونها که همون کافر است، جنتين، دو باغ از انگور داشت. و حففناهما بنخل، و ما آن را احاطه کرده بودیم با نخل خرما، یعنی دیواره باغ نخل خرما بود.
وجعلنا بينهما زرعا، وبينشان زرع کشت و کشاورزی قرار دادیم. کلتا الجنتین آتت اکلها، هر دوی آن باغ میوه خودش را میداد. ولم تظلم منه شیئا، کم نمی کرد از آن میوه هیچ چیزی. لم تظلم یعنی لم تنقص، کم نمی کرد، مرتب میوه میداد. وفجرنا خلالهما نهرا، و ما جاری کردیم در وسط اون دو باغ نهری، جوی آبی که استفاده می کردند. و کان له ثمر فقال لصاحبه، علاوه از این باغات این شخص ثمر دیگه هم داشت. ثمر اینجا به معنی سرمایه است، مطلق سرمایه، چون که بعدا ادعا میکنه انا اکثر منک مالا، منظور سرمایه اون میوه چی، ثمر میوه باغ نیست، میوه باغ گذشت، انگور و خرما. فقال لصاحبه وهو يحاوره، این کسی که صاحب باغ است میگه به رفیقش، به همراهش، به برادرش، در حالی که با او بحث میکنه، محاوره بحث کردن، چی میگه؟ میگه انا اکثر منک مالا و اعز نفرا، به صورت غرور افتخار میگه من از نظر مال هم از تو بیشتر و از نظر نفرات هم از تو معززتر. آدم های با شخصیت میان دور بری من منشینن، جلسه میگیرن، من از هر جهت برترم. و دخل جنته و هو ظالم لنفسه، الله می فرماید اتفاقا وارد باغش میشه در حالی که ظلم میکند بر خودش، ظلم میکند بنسبت به شرک و کفر، شرک و کفر میکند. چی میگه؟ قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، فکر نکنم که این زائل بشه، از بین بره ابدا، هرگز هرگز این باغ از بین نمیره. فکر میکنه که باغ درختان خوبی داره، میوه خوبی داره و آب زیادی داره، لذا همیشه میماند. و بعض از این پا فراتر گذاشته، حتی قیامت را هم انکار میکنه. و ما اظن الساعت قائمه، فکر نکنم قیامت را که قائم بشه، برپا بشه، قیامتی در کار نخواهد بود. ولئن رددت الى ربی لأجدن خيرا منها منقلبا، میگوید اگر برگردانده شوم به سوی ربم، حتما میابم بهتر از این منقلبا، در اون بازگشت به آخرت. چرا؟ چون که خدا که تو این دنیا به من داده، اونجا اگر باشد سیستمی، اونجا هم به من بهتر میده. اما برادر دیگر، رفیق دیگر خیرخواهی میکند. قال له صاحبه وهو يحاوره، صاحب و همراه در حالی که با او بحث میکرد گفت اکفرت بالذی خلقك من تراب، آیا کفر کردی، ناسپاسی کردی، ناشاکری کردی نسبت به اون ذاتی که تو را آفرید از خاک، ثم من نطفه، سپس از نطفه، خاک ماده بعید است، نطفه ماده قریب است، ثم سواك رجلا، سپس تو را مردی برابر آفرید، لكنه هو الله ربي، اما من، لكن اصلش است لكن انا، اعتقد روح المعانی گفته من معتقدم، هو الله ربي، اون الله رب من هست، ولا اشرك بربي احدا، و من شریک نمیگیرم با ربم احدی را، احدی شریکش نیست، اون یگانه هست، یکتا هست. و بعض این برادر را سرزنش میکنه، چرا وقتی که وارد باغ میشی نمیگی ماشاءالله؟ ماشاءالله معنیش اینه که هرچی که خدا بخواهد، هرچی خدا بخواهد میشه، هرچی خدا نخواهد نمیشه، معنیش اینه. چرا ماشاءالله نگفتی؟ لا قوة الا بالله، هیچ قدرتی و هیچ قوتی نیست الا بالله، مگر اینکه باید به خدا متوکل و مستعین باشیم.
ان ترنی انا اقل من کمالا و ولدا، اگر تو مرا میبینی که من کمتر هستم از تو از نظر مال و اولاد، فعسا ربی، چه بسا رب من امید هست، ان یعطینی خیرا من جنتک، به من بده چیز بهتر از باغت، چه در دنیا چه بعد از مرگ، از باغت خدا به من بهتر بده و باغت را به عذاب گرفتار بکنه که این باغ سبب گمراهی تو شده، و یرسل علیها حسبانا من السماء، حسبان به معنی آفت، آفتی از آسمان بر او بفرستد، فتصبح صعیدا زلقا، اون بشه یک میدان صعید، میدان زلقا صاف که هیچ آب و علفی نباشد، او یصبح ماؤها غورا، یعنی که آبش خشک بشه، غور یعنی ته زمین بره، فلن تستطیع له طلبا، هرگز نتوانی اون آب را دیگه طلب کنی، دوباره بکشی، از کجا آب بیارید، آب ته زمین رفت. لذا اون یکی دیگه به این کلمات او را نصیحت کرد. الله می فرماید اکنون دیگه عذاب خدا آمد، و احیط بثمره، الله می فرماید میوهش مورد احاطه قرار گرفت، فاصبح یقلب کفیه، پس گشت که برعکس کرد، یعنی دست ها را وقتی که انسان برعکس بکنید یعنی هیچی نماند، علا ما انفق فیها، بر آنچه که خرج کرد در آن باغ، و هی خاویت علی عروشها، و اون سرنگون شده بود، افتاده بود بر سقفاش، گفتیم خاویت علی عروشها کنایه از تخریب کامل است، عروش اینجا میتونه معنایش انگورها باشه، چون انگورها باعث عرش میشن، سقف میشن، و یقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اینجا اون بیچاره پشیمان شد، گفت کاش من احدی را با ربم شریک نمی گرفتم، احدی را شریک نمی گرفتم و خدا را یگانه می دانستم، ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله، الله می فرماید نبود برای او گروهی جماعتی که او را نصرت و یاری بکند غیر از الله، و ما کان منتصرا، و نبود منتصر یعنی منتقم، انتقام گیرنده، کسی نبود که از خدا بپرسد چرا این بدبخت را باغش را از بین بردی، مالش را از بین بردی. انسان وقتی که ناسپاس باشد، ناشاکر باشد، این گونه هست. پس این مثال، مثال یه مؤمن و یک غیر مؤمن است، یه موحد و یک مشرک است. الله می فرماید هنالک الولایت لله الحق، اینجا ثابت شد که ولایت، قدرت، تسلط برای الله است، اون اللهی که حق است، هو خیر ثوابا و خیر عقبا، اون الله بهتر است از نظر پاداش دادن به شما در آخرت، و خیر عقبا بهتر است از نظر عاقبت شما هم در دنیا. و اضرب لهم مثلا، این مثال ها در واقع برای اصلاح منکرین است، این شیوه اصلاح است. الله تعالی یک مثال دیگه بیان می فرماید، این مثال برای زندگی در دنیا است. الله تعالی تشبیه میده به آب، آب را خدا از آسمان نازل میکند، آب فرو میآید، در زمین میره، با نباتات و با بذرهایی که در ته زمین است خلط میشه، تبدیل به جوانه میشه، بعد از اون تبدیل به سبزی میشه، به علف میشه، به چمنزار میشه، زمین آباد میشه، سرسبز میشه، بعد از مدتی وقت درویش فرا میرسد، گندم هست، جو هست مثلا، او را درو میکنند، اونه که درو میکنند چی میمانه روی زمین؟ غفا میمانه، آشغال میمانه و چیزی دیگه اونجا نمیمانه، نخاله میمانه به اصطلاح. لذا الله میفرماید
زندگی دنیا و حیات دنیا همین طوره. ابتدایش مثل همون جوان ضعیف است، بعدن انسان که جوان میشه همه چیز زرق و برق داره، زیبایی داره، قدرت و تجمل داره، اما آخر مثل همون سبزی چی میشه؟ کم کم ضعیف میشه، زرد میشه، نحیف میشه، تا اینکه آخر درویش میکنن، چیزی نمیماند، انسان میمیرد و از این دنیا میره. کل داستان دنیا این هست. لذا نباید به این دنیا دل بست، نباید به خاطر این حق را کتمان کرد، شرک کرد. وضرب لهم مثل الحیات الدنیا، الله می فرماید برای آنان بیان کن مثال زندگی دنیا را، کما این انزلناه من السماء، مثل آبی که ما نازل کردیم آن را از آسمان، فاختلط به نبات الارض، خلط شد، قاطی شد، تو در تو شد با اون نبات زمین، بذری که در زمین هست آینده تبدیل به نبات میشه. فاصبح هشیما، یه مرحله بر او گذشت، شد هشیم، هشیما یعنی یابسا منکسرا، خشک و افتاده، تکه تکه شده، تذروه الریاح، که بادها او را به هوا پراکنده میکنند. انسان هم چنین یه روزی میاد که میمیره، میره. و کان الله علی کل شیء مقتدرا، الله به هر چیز قادر هست، به هر چیز تواناست. المال والبنون زینة الحياة الدنيا، الله می فرماید مال و اولاد زینت زندگی دنیا است. والباقیات الصالحات خیر عند ربك ثوابا، آنچه که باقی می ماند از باقیات الصالحات، صالحات اون اعمال نیکی که برای انسان باقی می ماند، هر عمل نیک را شامل میشه. بعضی تفسیر کردن سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، على اي حال چه ذکر و نام خدا باشد، چه نماز باشد، چه روزه باشد، خیر عند ربك ثوابا، نزد پروردگار بهتر است از نظر پاداش، و خیر عملا، بهتر است از نظر امید و آرزو، امید بستن به آن. خب اکنون تخویف اخروی. ويوم نسير الجبال، روزی که همه کوها را ما سیر میدیم. چگونه سیر میدیم؟ اول کوها را الله تعالی تکه تکه میکند و تبدیل میکند به ریزه ریزه پودر، بعدن اینها سیر میکنند و به هوا پراکنده میشوند. ويوم نسير الجبال، روزی که سیر میدیم، میبریم کوها را، و ترى الارض بارزه، میبینی زمین را که ظاهر هست، و حشرناهم، همگی را حشر میکنیم، همگی را جمع میکنیم، فلم نغادر منهم احدا، ما نمیگذاریم از آنان هیچ کسی را. و عرضوا على ربك صفا، موقف حساب، الله میفرماید بر موقف حساب آنها قرار داده میشوند، صف بسته. الله به آنان میگه لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره، همانا شما پیش ما آمدید همان گونه که روز اول مار شما را آفریدیم. روز اول که خلق کرد الله تعالی، انسان چی داشت؟ هیچی نداشت، نه پارتی داشت، نه مال داشت، نه سرمایه داشت. به همون صورت انسان پیش خدا میاد. و بعضی گفتن، این را هم گفتن، که روز اول که انسان را الله آفرید، انسان لخت بود، اوریان بود، حتی لباس هم ندارد و به محضر الله عز و جل حاضر میشه. از رسول الله پرسیدن یا رسول الله، آیا اینها، ام المؤمنین عایشه پرسید، همه مردم وقتی که بدون لباس باشند هم دیگر را نمی بینند، عورت هم دیگر را نمی بینند؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود چنان وحشتی حاکم است که همه چشما به بالا دوخته است، هیچ کسی از اطراف خودش خبر ندارد. لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره بل زعمتم الا نجعل لكم موعدا، الله می فرماید بلکه شما می پنداشتید که ما اصلا برای شما موعدی مشخص نمی کنیم، قرار نمی دهیم.
چرا ندهیم؟ این موعد است، این همون روز است، میعادگاه است. کیفیت حساب را الله بیان می فرماید، به چه کیفیتی در روز قیامت حساب و کتاب میشه؟ و وضع الکتاب، کتاب گذاشته میشه، یعنی نامه اعمال گذاشته میشه برای هر انسانی. فتر المجرمین مشفقین مما فی، میبینی مجرمان را که میترسند از آنچه که در نامه اعمالشان هست، در کتابشان هست. و یقولون یا ویلتنا ما لهذا الکتاب، آنها میگویند ای افسوس بر ما، حسرت میخورند، این کتاب را چه شده؟ لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها. لا یغادر یعنی لا یترکو، نمی گذارد عمل کوچکی و نه عمل بزرگی مگر اون را احاطه کرده. احصاها ای کتبها و اثبتها، نوشته ثابت کرده. و وجدوا ما عملوا حاضرا، الله می فرماید می یابند آنچه که عمل کردند حاضر، یعنی در دنیا هر چی که عمل کردند اونجا حاضر می بینند. ولا یظلم ربک احدا، رب تو بر احدی، بر هیچ کسی ظلم نمی کند. خب الله تعالی تا اینجا دو تا مثال بیان فرمود، بعد از اینکه جریان اصحاب کهف را تعریف کرد، پس شبهه اصحاب کهف هم برطرف شد. الله فرمود که ما اونها را این طرف و اون طرف می غلطانیدیم، ما برای اونها همه انتظام و برنامه ریزی را کردیم، اونها خودشون از خود قدرتی نداشتن. اینجا شبهه دیگری هست که جنات می بینیم قدرت دارند، تصرفات دارند. الله تعالی می فرماید جنات را، جنات کاری نیستند. ما اشهدتهم خلق السماوات والارض، اونها را من به وقت پیدایش آسمان ها و زمین من اونها را نیاوردم، حاضر نکردم، اونها را در هیچ چیز شریک قرار ندادم، چطور شما اونها را عبادت میکنید، استمداد میکنید؟ و اذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم، زمانی که ما گفتیم به ملائکه سجده کنید آدم را، فسجدوا الا ابلیس، همه سجده کردن بغیر از ابلیس. کان من الجن، اینجا الله مشخص کرده هویت ابلیس را، از جنات بود. ففسق عن امر ربه، اما از امر پروردگار چی کرد؟ از سرکشی کرد. فسق خروج را میگویند از اطاعت، دیگه سرکشی کرد از اطاعت، سر باز زد. الان به ما انسان ها خطاب میکنه، شمایی که جنات را معبود میدانید، از جنات استمداد میکنید، به جنات پناه میبرید، آیا شما ذریه همین ابلیس را، همینی که تکبر کرد، شما را سجده نکرد، شما را احترام نکرد، با شما اعلام جنگ و دشمنی کرد، شما اولاد همین را برای خودتون ولی قرار دادید، حامی قرار دادید، در حاجات از اونها استمداد می طلبید؟ لذا الله می فرماید افتتخذونه و ذریته اولیاء من دونی، آیا آن ابلیس را شما گرفتید و اولادش را حامی برای خودتان غیر از من خدا، در حالی که و هم لکم عدو، اون برای شما دشمنه، اون دشمن شما است. بئس للظالمین بدلا، بدل و عوض بسیار بدی هست برای ظالمین ابلیس، یعنی بدل از این جهت که شما باید خدا را ولی خودتون بگیرید، شما تبدیل کردید، به جای خدا شیاطین و جنات را گرفتید، لذا این بدل بدل بدی هست. دیگه این مانع دومی که الله می فرمه اینها استحقاق الوهیت ندارند، من اینها را در هیچ کاری شریک قرار ندادم. ما اشهدتهم خلق السماوات والارض، من آنان را حاضر نکردم به وقت پیدایش آسمان ها و زمین. ولا خلق انفسهم، و نه پیدایش خودشان.
خودشون را که من آفریدم، من اونها را حاضر نکردم. و ما کنت متخذ المضلین عضدا، نیستم که من بگیرم گمراهان را به عنوان بازو، عضد بازو، معاون به اصطلاح، کمک کننده، از اونها من نمیگیرم. و یوم یقولو نادو شرکائی الذین زعمتم، تخویف اخروی. آن روزی که خدا می فرماید صدا بزنید شرکای من را، اونایی که شما شریک گرفتید، الذین زعمتم، اونی که شما فکر می کردید شریک خداست، ملائکه، عیسی، هر کسی هست، شما صداش بزنید. فدعوهم، مشرکان اونها را فریاد می زنند، هل یکی مال خودش را، یا فلان یا فلان، بیا برس. الله می فرماید فلم یستجیبو لهم، اونا اجابت نمی کنند، نمی توانند. و جعلنا بینهم موبقا، بینشان ما هلاکت می اندازیم. موبق، بعضی گفتم به معنی وبوق است، وبوق یعنی هلاکت. اما بعضی دیگر معتقدند که موبق یعنی موبق یک وادی هست در جهنم. موبق چیه؟ یک وادی هست در جهنم که خدای تعالی اون را حائل میگرداند بین مشرکان و بین اون آلهه‌ای که اونا برای عبادت خودشون راضی نبودند، مثل ملائکه، مثل عیسی. لذا خدای عزوجل بینشان جدایی میفکند، یعنی مشرکین را در موبق میاندازد، در اون عذاب. ورا المجرمون النار، مجرمان اینجا آتش را میبینند. فظنوا ایقنوا، یقین میکنند که انهم مواقعوها، اینا میفتند تو اون، الان دیگه موقعش هست. ولم یجدوا عنها مصرفا، نمییابند از اون آتش مصرفا، یعنی برگشتی، جای برگشتی. ای موضعا ینصرفون الی، جایی که به اون طرف منصرف بشن، به اون سمت سو برون، نه دیگه اونجا گیر میکنن. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، ببینید چه مطالب زیبایی در این قرآن بیان میشه، چه مواعظی، چه پند و اندرزی. اما الله تعالی اینجا شکوه دارد از انسان، زجر و سرزنش میکند انسان مشرک را که باز هم جدل میکند، قبول نمی کند، بحث می کند. الله می فرماید ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس، ما گردانیدیم در این قرآن برای مردم، من كل مثل، از هر مثل، ای من كل شيء يحتاجون الی، هر چیزی که نیاز داشتن، مطالب عقیدتی را، مطالب عملی را، مطالب اخلاقی را بیان کردیم. و کان الانسان اکثر شيء جدلا، انسان اکثر شی هست از نظر جدل، از نظر بحث کردن، از نظر قبول نکردن. و ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى، این زجر و تخویف اخروی هست. الله می فرماید الان که هدایت آمده، یعنی قرآن آمده، رسول الله آمده، چه چیزی مانع پذیرش است؟ چیزی دیگه نیست. اینا منتظر چی هستند؟ منتظر عذابند، یعنی بغیر از عذاب چیزی دیگه اینها را راست نمی کند. اما وقتی که عذاب بیاد، دیگه ایمان اون وقت درد نمی خورد. الله می فرماید و ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى، من نکرد مردم را اینکه ایمان بیاورند زمانی که پیششان هدایت آمد. و یستغفروا ربهم، ایمان بیاورند و مغفرت بطلبند از ربشان. إلا أن تأتيهم سنة الأولين، مگر اینکه بیاید پیش آنها سنت الأولین. سنت الأولین یعنی چی؟ یعنی عذابی که بر اولین آمد. چه زمانی اینها ایمان میآورند؟ زمانی که اون عذاب بیاد. خب اون زمان دیگه ایمانشون قبول نمیشه. والمعنى انهم لا يقدمون على الإيمان إلا عند نزول عذاب الاستیصال،
اینها بر ایمان اقدام نمی کنن مگر وقتی که عذاب بیاد، عذاب استیصال، عذابی که ریشه اینها را بزند. فیهلکو، هلاک میشند. او ان یتواصل انواع العذاب والبلاء حال بقائهم فی الحیات الدنیا، تفسیر کبیر. یا اینکه اینها منتظر انواع عذاب و بلا بیاید در زمانی که اینها در دنیا زنده هستند، لذا همون وقت ایمان می آورند، یعنی قبل از عذاب ایمان نمی آورند. او یأتیهم العذاب قبلا، یا اینکه عذاب پیش آنها بیاید رو به رو، قبلا رو به رو. و ما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین. خب این عذاب کی هست؟ عذاب را من نمی دانم، من فقط انذار و تبشیر. ما نفرستادیم مرسل این را مگر برای بشارت و برای ترسانیدن. و یجادل الذین کفروا بالباطل، الله می فرماید جدال می کنند آنانی که کفر کردند با باطل، یعنی با شبهات واهیه. ببینید جدال، بعد از جدال چی میاد؟ مهر جباریت. بعد از جدال مهر جباریت میاد، لذا الله می فرماید و یجادل الذین کفروا بالباطل، جدال می کنند کسانی که کفر کردند با باطل، جدال می کنند به وسیله شبهات و سوالات بیجا، لیدحضوا به الحق، تاکه دفع کنند یا بلغزانند به وسیله این حق را، حق را شکست بدن. و اتخذوا آیاتی و ما انذروا هزوا، اینها آیات من را و آنچه که اینها از آن ترسانیده شدند او را به بعد مسخره گرفتند، به جای ایمان آوردن مسخره کردند. و من اظلم ممن ذکر به آیات ربه، الله می فرماید چه انسانی ظالم تر از اون انسانی که آیات رب را چی کند؟ آیات رب را به آیات رب تذکر داده بشه، ذکر یعنی وعظه، به آیات رب تذکر داده بشه، فاعرض عنها، از اون آیات اعراض کند، پشت بدهد. و نسی ما قدمت یدا، فراموش کند آنچه که دستش انجام داده، یعنی عمل کردش، عمل کرده خودش را. آخر الله تعالی جزای مجادله را، جدال بالباطل را بیان می کند. انا جعلنا على قلوبهم اکنتن ان یفقهو، همانا ما قرار دادیم بر دلهایشان غلاف از اینکه بفهمن. و فی آذانهم وقرا، در گوشهایشان سنگینی هست، بار هست، به قدری که و ان تدعوهم الى الهدى، ای رسول الله اگر آنان را بخوانی به سوی هدایت، فلن یهتدوا اذن ابدا، در این هنگام هرگز اونها هدایت نمی شوند. و ربک الغفور ذو الرحمه، خب سوال اینجا مطرح میشه، چرا خداوند اونها را عذاب نمیده وقتی که چنین و چنان هستند؟ الله جواب میده، الله زود عذاب نمیده، رب تو غفور هست، ذو الرحمه هست، صاحب رحمت هست. الله مهلت میده تا شاید اینها توبه کنند، رجوع کنند، خدا بر اونها رحم کند. لذا و ربک الغفور ذو الرحمه، لو یؤاخذهم بما کسبوا لعجل لهم العذاب، الله اگر اونها را مؤاخذه بکند به سبب عمل کردشان، به سبب کسبشان، لعجل لهم العذاب، برای اونها عذاب را تعجیل می فرماید، یعنی زود عذابشون می دهد. اما الله زود عذاب نمی ده، بل لهم موعد، بلکه اینها یک موعدی دارند، یک مدتی خدا برایشون تعیین کرده. لن یجدو من دونه موئلا، بغیر از الله هیچ پناهگاهی نمی یابند. موئل پناهگاه، بغیر از رب و در رب هیچ پناهگاهی دیگری برایشان نیست. و تلک القرى اهلکناهم لما ظلموا، الله تعالی اشاره می کند به نمونه عذاب. همه این قریه ها را نگاه کنید، اطراف مکه، قریه هایی که مال کسانی هستند که به عذاب گرفتار شدند، این قریه ها اهلکناهم لما ظلموا، ما اینها را نابود کردیم، هلاک کردیم زمانی که آنها ظلم کردند.
و جعلنا لمهلکهم موعدا، اونها را هم فوری ما عذاب ندادیم، همینطور که میگیم اینها را فوری عذاب نمیدیم، برای هلاکت اونها الله میفرماید ما موعد تعیین کرده بودیم، زمان تعیین کردیم، وقتی که اون زمان فرا رسید عذاب دادیم. لذا الان هم رب میفرماید که ما زمان داریم، وقتی که زمان برسد عذاب خدای عز و جل می آید. صدق الله مولانا العظیم.